در پاسخ به پرسش زمانه در موردی که چرا پناهندگان سیاسی نیستن، پناهندگان افغانستان، باید بگیم که یک مشکلی در درون خود جامعه افغانستان. جامعه ما در این یک قرن اخیر تلاش های داشت برای سیاسی شدن و اما همیشه سرکوبی که دولت های حاکم در افغانستان بر روی جامعه افغانستان میکردن باعث میشد که او اقشار فرودست جامعه از سیاست افغانستان بریده بشن و به کشورهای همسایه به شمول ایران پناهنده بشن. در واقع میشه گفت هیچ قصدی در ارسال چیزی به نام کارگر پناهنده وجود نداشته و این فشارهای داخلی در داخل افغانستان بود که باعث میشد که قشر کارگر افغانستان که بیشتر هم اقشار کارگران به اصطلاح روزمزد بودند اینا به ایران و پاکستان پناهنده بشن. معمولا کارگرانی که فارسی زبان بودند، حالا از هر قومی که بودند، یا پشتون هایی که فارسی بلد بودند اینا به طرف ایران مهاجرت میکردند و کارگرانی که پشتو زبان بودند به سمت پاکستان، شمال شرقی و جنوب پاکستان. و متاسفانه به دلیل اوضاع و فشاری که دولت‌های حاکم در ایران بر روی مهاجران وارد می‌کردن و بر روی خود جامعه ایران وارد می‌کردن، این قشر کارگر افغانستانی مقیم ایران در این نیم قرن اخیر رابطه چندانی با جامعه ایران و جامعه سیاسی شده ایران نداشت و خب بالاخره یک ارتباط دو طرفه بود که باعث میشد کم کم دست کم فرزندان کارگران دهه 60 و 70 اینا سیاسی تر بشن، منتها این ارتباط خیلی کم بود و خب این یک ضربه بزرگ زد برای دهه های بعد و در واقع شما با باز هم با باز تولید قشر کارگر غیر سیاسی در ایران مواجه شده. خب پس یک رابطه دو طرفه بین اینا وجود داشت. در دهه 60 و 70 در اون دورانی که دهه 70 دورانی که هاشمی رفسنجانی به ایران رئیس جمهور ایران شده بود و به اصطلاح جهاد سازندگی و دولت سازندگی و اینا روی کار آمده بود، بخش عمده از کارگران افغانستانی به ایران مهاجرت کردن و نقش زیادی هم در بازسازی ایران داشتن. اما چون این ارتباط بین جامعه سیاسی ایران و جامعه مهاجر افغانستان وجود نداشت، در دهه 80 و 90 شما میبینین که باز هم شما با یک گسست در بین جامعه ایران و جامعه افغانستان مواجهین و انمی گسسته که باعث میشه که یک تصویر بسیار نامتعارفی از پناهنده در واقع در ذهن ایرانیان شکل بگیره و خصوصا یک نوع از غیر ستیزی و بیگانه عراسی و از طرف دیگه یک کینه و بغضی هم در بین افغانستانیان نسبت به جامعه ایران و یک نوع کلیت بخشی به جامعه ایران در بین افغانستانی ها ایجاد میشه. خب که خب فقط کار این نوع گسست تولید تنفره برای هر دو گروه و من فکر میکنم دلیلی دو جانبه بوده، هم فشارهای داخلی در داخل افغانستان و هم دولت‌های حاکم در ایران، هر دو نقش داشتن در حس تولید حس نفرت در بین دو ملت، حالا اگه بشه ملت گفت. اتفاقا یکی از پرسش های مهمی که حالا میشه، من فکر میکنم این پرسش میشه جامعه ایران، جامعه سیاسی ایران از جامعه افغانستان بپرسه، نقش روشنفکران افغانستانیه.
که من فکر میکنم بسیار نقش مخربی بوده، هم در دادن تصویری از مهاجران افغانستانی در ایران و هم در به اصطلاح باز تولید حس نفرت در بین ایرانیان. و او هم به این دلیل بوده که شما معمولاً با دو گروه از روشنفکران افغانستانی در ایران مواجه نید. تصویر کلی وجود داره که خب روشنفکر افغانستانی یا میتونه روشنفکر دینی باشه یا میتونه نمیفهم روشنفکر ایران شهری یا خراسان خواه یا نمیفهم ایران بزرگ فرهنگی باشه. یعنی در واقع در تولید چنین تصویری در بین جامعه سیاسی ایران روشنفکران افغانستانی نقش داشتن، روشنفکران که عده 70 و 80 وارد ایران شدن و اتفاقا رابطه خیلی نزدیکی با نظام داشتن و البته چشم پوشیدن بر تمام مصائبی که بر روی مهاجران افغانستانی بوده و اتفاقا از ظلم و ستم دولت حاکم بر روی مردم میزبان، جامعه میزبان دفاع کردن. یعنی و ای به طور عجیبی ای اتفاق افتاد، یعنی روشنفکران افغانستانی به نظام حاکم در ایران نزدیکتر بودن تا روشنفکران ایرانی. یعنی برای روشنفکران ایرانی، حالا نه همه روشنفکرانی، برای بخش عمده از روشنفکران ایرانی مثلا رابطه با نظام حاکم نوعی تابو بود، ولی روشنفکران افغانستانی تصور در اونا بود که نزدیکی با نظام حاکم کمک میکنه به وضعیت مهاجران در ایران، که اصلا چنین چیزی نبود، که هیچ اتفاقا کمک کرد به اینکه جامعه سیاسی ایران در نفرت خود از جامعه افغانستانی یا پناهندگان افغانستانی در ایران مصرتر بشه. و این به نظر من ضربه بزرگی بود. من همیشه گفتم که ما باید پول ایجاد کنیم بین روشنفکرانی که مستقلن، آزادی خواهن و علیه نظام استبدادی در ایرانن و روشنفکرانی که در افغانستان چنین نگاهی دارن. این پول هیچ وقت بین روشنفکر افغانستانی و دولت ایران هیچ وقت این پول نمیتونه نه کمک کنه به جامعه افغانستانی نه کمک کنه به جامعه ایرانی. و این به نظرم دلیل بزرگی بود بر تولید حس نفرت در بین مردم ایران نسبت به افغانستانی، چون تصور میکردن که روشنفکران افغانستانی دارن مردم افغانستان تشویق میکنن به حمایت از نظام حاکم در ایران، که این تصور البته غلط بود، چنین چیزی نبود، چون روشنفکران افغانستانی در بین مردم عمده ای روشنفکران جایگاه و پایگاهی نداشتن. اما خود این تصور ضربه زد به اصطلاح حیثیت پناهندگان افغانستانی در ایران. یک نکته که وجود داره بازگشت مهاجران افغانستانی از ایرانه. ما در دو دور با بازگشت عمده مهاجران افغانستانی در از ایران به افغانستان مواجهیم. یک دوره مصالحه ملی در زمان دکتر نجیب که بخش عمده از مهاجران افغانستانی از ایران برمیگردن به افغانستان، و یکم از سال 1380 که نظام جدید در افغانستان شکل میگیره بعد از تجاوز ناتو به افغانستان. و خب وقتی که خود من شامل این نوع مهاجرا بودم، وقتی ما وارد افغانستان شدیم با یک تضاد دیگه در خود افغانستان مواجه شدیم. یعنی میشه چنین گفت ما با یک پناهنده ستیزی در داخل خود افغانستان مواجه شدیم. یعنی کلمه هایی که در افغانستان ایجاد شد به نام ایرانی گک به کسایی میگفتن که سالها در ایران زندگی کرده بودن یا لهجه ایرانی داشتن، اینا وقتی وارد افغانستان میشدن جامعه افغانستان، جامعه بومی افغانستان باز اینا رو پس میزد. و خب این کمک کرد به یک
تضاد جدیدی در بین جامعه در خود افغانستان. و دلیلی هم این بود که خب جامعه افغانستان هم که حالا همه جوامع گرایش دارن به محافظه‌کاری، جامعه افغانستان هم یک تصویر عمده از ایران داشت، ای که ایرانی ها بالفطره طور ذاتی افغانستانی ستیزن، بیگان حراسن. و این مهاجرایی هم که برگشتن به افغانستان یا جاسوس نظام حاکم ایرانن یا کلن چون پرورش یافتن با اون نظام در درون ایران و به اصطلاح شستشوی مغزی شدن در جامعه و نظام آموزشی ایران، اینا اون هویت افغانستانی خود باختن. و جالب اینه که این نگاه در مورد مهاجران افغانستانی که به پاکستان پناهنده شده بودن وجود نداشت، یعنی به خاطر شباهت‌های زیاد فرهنگی که بین مردم، منظورم شباهت‌هایی که در زیست معمولی مردم بین مردم افغانستان و مردم پاکستان وجود داره، با این که مهاجرای افغانستانی در پاکستان، نه به باور من، به باور خیلی ها، در پاکستان وضعیت بسیار بدتر داشتن نسبت به ایران، ولی چنین نگاهی در مورد پناهنده هایی که از پاکستان برگشته بودن به افغانستان وجود نداشت. یعنی فقط این نگاه در باب مهاجرانی بود که از ایران برگشته بودن. حالا بعضی ها دلیلی رو میگن اینه که خب مهاجرانی که از ایران به افغانستان برگشته بودن باسوادتر بودن، بالاخره تحصیل کرده بودن، شرایط فرهنگی ایران باعث شده بود که خیلی از نفهم سلایق و زندگی اینا، از خورد و خوراک و لباس پوشیدن و صحبت کردن، همه چیز اینا تغییر کنه، ولی مهاجرای افغانستانی که از پاکستان برگشته بودن چندان تغییری نکرده بودن و شباهت زیادی با مردم بومی افغانستان داشتن. ولی من فکر میکنم به خاطر این هم هست که دولت های حاکم در افغانستان در تولید نفرت عین دولت حاکم در پاکستان و ایران در تولید نفرت در باب بیگانگان به اصطلاح، خصوصا که شورای همسایه نقش زیادی داشتن. یعنی در حال حاضر هم شما میبینیم که در افغانستان از پاکستان یک هیولای ساخته شده، یک غیر بسیار وحشتناک. و خب در مورد ایران هم همیشه چنین چیزی بود و فکر میکنم انمود ستیزی که بین دولت ها وجود داشت این وارد جامعه شده بود و باعث شده بود که، یعنی در واقع او تضاد سیاسی که بین دولت های حاکم در کشورها بود کمک کرد به این که در سطح جامعه هم چنین تضاد شکل بگیره و باز کمک میکنه به تولید نفرت در بین مردم. معمولا شما وقتی با نیروهای مدنی در ایران در باب پناهندگان افغانستانی صحبت میکنین، معمولا استدلال اینه که خب اینا درست ادغام نشدن در جامعه، یعنی پس میزنن شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم در ایران، معمولا اقشار فرودست یا فرودستترین اقشار جامعه افغانستان وارد ایران میشه. یعنی تصور اینه که مشکل از خود افغانستانی هایی که چنین وضعی دارن در ایران. من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران هم نقش داشته در وضع موجود. شما خیلی کم میبینین که اتحادیه‌های کارگری، نمی‌فهمم اتحادیه معلمان، نمی‌فهمم مثلا انواع مختلف گروه‌ها و تشکلات، اینا نه که وجود نداره، ولی خیلی کم می‌بینیم که در باب پناهندگان افغانستانی اینا مثلا در اعلامیه‌های مختلف در جاهای مختلف از پناهندگان افغانستانی صحبت کنن. معمولا هیچ صحبتی از ایرانی های افغانستانی تبار نمیشه، اصلا انگار وجود ندارن چنین افرادی.
و ما که دیدم معمولا جامعه مدنی ایران به این که خب حالا ما یک نوع روابط فرنگی داریم، نمیفهم زبان مشترک داریم، بخش عمده از مردم افغانستان اونایی که به ایران پرنده میشن اهل تشیع ان و به اصطلاح مذهب مشترک داریم، به این اشتراکات معمولا اکتفا میشه و خب شما او رابطه که باید برقرار بشه بین جامعه ایران و پناهندگان افغانستانی او رابطه نمیبینیم، با همی بحث از اشتراکات قضیه تمام میشه. و من فکر میکنم در ای که جامعه افغانستان، جامعه پناهنده افغانستان در ایران سیاسی نیست، جامعه ایران هم نقش داشته و خب تلاش کردن اینا در یک چیزی، حالا من نمیگم این تلاش حتما یک به طور خودآگاه یک قصد پیشینی داشتن، ولی خب کلن فشار نظام از یک طرف، وضع معیشتی خود مردم ایران از یک طرف، و بعد والا او سنت های بیگانه عرسی اونا هم که بماند که اصلا ریشه داره در از به انقلاب مشروطه و از اون زمان به اصطلاح وجود داشته یک نوعی از ناسیونالیسم ایرانی، خب همه اینا کمک کرده به اینکه پناهندگان افغانستانی هم به حاشیه رانده بشن. یعنی تلاش از طرف جامعه ایران هم نه که هیچ تلاشی نبوده، ولی کمترین تلاشی از طرف جامعه ایران به جذب پناهندگان افغانستانی به مسائل مختلف غیر از مسائل اقتصادی وجود نداشته، خیلی تلاش کمی بوده در ایران و نظر من این هم نقش زیادی داشته در بازتولید این تصویری که از مهاجران در ایران وجود داره. Thank you.